اکتبر سال 2013 بازرسان سازمان منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی پس از بازرسی زرادخانه‌های سلاح‌های شیمیایی سوریه شامل گاز خردل و سارین را منهدم کردند. نظارت و اقدامات بازرسان این سازمان زیرمجموعه سازمان ملل متحد در مبارزه با سلاح‌های شیمیایی موجب دریافت جایزه صلح نوبل سال 2013 شد. تابستان 2012 باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا هشدار داد: خط قرمز برای ما وضعیتی است که شاهد نقل و انتقال یا کاربست سلاح‌های شیمیایی باشیم. این موضوع را برای ما تغییر می‌دهد. یک سال بعد فاجعه حملات شیمیایی با گاز سارین در غوطه واقع در استان ریف دمشق روی داد و به گزارش منابع مختلف بین 320 تا 1700 قربانی به جا گذاشت. وخامت فاجعه به حدی بود که رژیم سوریه و مخالفان یکدیگر را به ارتکاب آن متهم کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پیشتر هشدار داده بود: با هر حمله یا جنگ احمقانه وضع بدتر می شود. بدتر به معنی پیامدهای آن. کسی نمی تواند پیامدهای اولین حمله را پیش بینی کند و این شامل یک منطقه نیست. پیامدهای آن در منطقه وسیع تری از سوریه است، زیرا این منطقه به هم متصل است. 192 کشور کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی را امضا کردند که اسرائیل هنوز آن را تصویب نکرده. مصر، کره شمالی و سودان جنوبی به آن نپیوستند. مجازات تخلف از مفاد آن در موارد نقض فاحش، سازمان منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی می‌تواند موضوع را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع دهد. با این حال شورای امنیت در صورت وتوی یکی از اعضا در عمل کاری از پیش نخواهد برد. روسیه متحد رژیم بشار اسد همیشه از این برگ برنده استفاده کرده است. فوریه گذشته اقدام شورای امنیت برای تحریم رژیم سوریه به دلیل کاربست سلاح‌های شیمیایی با وتوی چین و سوریه به بن‌بست رسید. به گزارش دیدبان حقوق بشر، رژیم سوریه نوامبر و دسامبر گذشته در فاصله 20 روز 8 بار شهر حلب را با گاز کلورین بمباران کرده است. دولت سوریه همواره کاربست سلاح‌های شیمیایی را انکار کرده است.